سلام دوستان، سهند هستم به چنل یوتیوب من. خیلی خیلی خوش اومدید. خب رسیدیم به پستی که بسیار بسیار زیاد راجبش از هم سوال پرسیدیم و گفتین که چطور میتونید در واقع بیسمون رو لایه بندی کنیم توی موزیک پاپ، لیر بندی مربوط به بیس چجوریه که قراره صحبت میکنید توی ویدیوها، و راجع به پلاک خب صحبت کرده بودم. الان میرسیم نوبت به یکی از المانای خیلی خیلی مهم تو بخش لو اند میکسمون و کلا موزیکمون و تنظیمامون که بسیار بسیار نقش مهم و حیاتی رو ایفا میکنه. لازمه که راجعش بدونیم و میخوایم توی این ویدیو یاد بگیریم که چطور میتونیم با استفاده از یه سری تکنیک ها کاری بکنیم که لیر بندی مربوط به نوت هامون یا در واقع نوتایی مربوط به بیسمون، اگر قراره که بیسمون رو به شکل نوت بنویسیم توی موسیقی از ساز لایو داریم استفاده نمیکنیم، کاری بکنیم که جذابتر بشه، بالاتر بشه و در هر صورت به صورت کلی موزیکمون لو اند جذابتر و بالاتری داشته باشه که ساپورت فرکانسی خیلی بهتری رو به صورت کلی بهمون بده. با من همراه باشیم ببینیم که چطور میتونیم کار رو انجام بدیم. خب دوستان، من پروژه رو اینجا آوردم، یه پروژه‌ای که در واقع به صورت 6 و 8 و موزیک شات هستش. قراره که ببینیم که چطور میتونیم ما این بیسلاینمون رو به صورت کلی بچینیم و کاری بکنیم که یه خورده جذابتر صدا بده و ساپورت فرکانسیش به صورت کلی بهتر بشه. خب ببینید، اگر اینجا دقت کنید میبینید من سه تا لاین اینجا دارم. یه لاینم به صورت در واقع بیس لو هست که فرکانس های در واقع نوت های بخش بمتر صداست که اینجا تو کار آورده شده. یه دونه همون نوت ها هستن اما تو میکسش یه کاری کردم که یه خورده در واقع صداش دیستورتر بشه، سچورتر بشه و در نتیجه یه صدای کرکسیفتری داشته باشه که یه خورده بتونه بیسمون در واقع بخش لوش یه مقداری بولتر بشه. و بعد از اونم بیس های هستش که در واقع این چی رو میسازه. شما برای اینکه بتونید بیس هایتون رو بسازین کافیه که نوت هایی که برای کل بیستون نوشتین رو یه اکتاب ببرید بالاتر. وقتی یه اکتاب نوت بیستون میبرین بالاتر باعث میشه که صداش زیرتر بشه. حالا خیلی از دوستان میان از سه تا المان متفاوت استفاده میکنن، مثلا یه سریاشون میان در واقع بیس ساب استفاده میکنن، از یه سری وی اس تو استفاده میکنن که صدای بیس خیلی ساب زیاد داره و مثلا صرفا اینجوری صداش فقط. یه سری هم مثل من میان از همون وی اس تو استفاده میکنن، یه وی اس تو استفاده میکنن ولی در سه تا حالت مختلف و سه رنگ متفاوت از همون صدا میگیرن. هر دوتاش درسته. الان چیزی که من اینجا دارم یک وی اس تو گیتار بیسه، برای همین اومدم این حالت رو انتخاب کردم و انجام دادم. یه سری از بچه‌ها میان از پلاک بیس ها استفاده میکنن که توی پلاک بیس معمولا خیلی رایج تره که یه دونه پلاک ساب استفاده میکنن، بیس ساب در واقع، و دو تا پلاک، یکی میشه لو و یکی های، که هر دوتاشون دوتا مسیر نزدیک به هم دارن مشخصه و در صورت هم درسته به جواب خوبی میرسین. خب حالا بریم توی پروژه نگاه کنیم ببینیم که هر کدوم چه صدایی داره به صورت کلی. ببینید الان من بیس لو رو میخوام پخش کنم، فقط حتما از دیوایس خوب استفاده کنید که صدای بیس رو خوب بشنوید و متوجهش بشید به صورت کلی. بشنویم این رو. من این سکشن اینجا رو میذارم. کاملا میبینیم که یک حالت بیس ساده است و نوتاش به صورت لو هستن، یعنی در اکتاف‌های پایین قرار دارن و بیس دیستورت ما هندی بشتم. این همون نوتای لوه، فقط با این تفاوت که صداش یه مقداری دیستورت شده. بذاریم من صداش رو زیاد کنم بشنویم چه صداییه. میبینین کامل سچورت شده است، کامل افکت دیستورشن بهش اضافه شده که یه خورده کثیف‌تر صدا بده، یه مداری تریبلو هایش بیشتر بشه و خیلی جذاب‌تر باشه و اون لو بخش لومون رو یه مقداری بیرون زده تر برامون به گوشمون برسونه. و بعد بخش بیس های که همون نوت های لو هستن با این تفاوت که یه اکتاف کلا اومدن بالا. حالا من چیکار میکنم؟ من مبنای اصلیم رو گذاشتم رو همین بیس لوی که به عنوان مین بیس هم هست، یعنی در واقع بیس اصلیمه. این دوتا المان رو میام به یه حدی اضافه میکنم به صدای همین لو بیس، انگار که مثلا شما عملا دارین دوتا کرکتر صدای دیگر رو که ضعف بیس لوتون هست یا اون لو بیستون هست اضافه میکنین بهش که بتونین در واقع اون پاسخ فرکانسیشو به صورت کلی یه مقدار تقویت بکنید. خب حالا ما هر سه تا اینا رو با هم دیگه بشنویم با هم چه صدایی میده و من بعد این دوتا رو قطع میکنم
بهتون میگم که کلا وقتی که اینا قطع میشن خودتون متوجه میشین که اصلا چه اتفاقی میفته. اول با اینا بشنویم. حالا بدون اون میبینید وقتی که این دوتا المان میان اضافه میشن به صدای بیس چه چیزی اضافه میشه کلا و چقدر کاراکتر صدای بیس قوی تر و پرنقش‌تر و پررنگ تر میشه. ببینین یه داستانی که همیشه هست اینه که معمولا لو اند رو تو کار در آوردن از یکی از سخت‌ترین کارا تو میکسه، یعنی شما اگر تو تنظیمتون این المان ها رعایت بکنین قطعا بهتون کمک میکنه که میکس راحت‌تری به صورت کلی داشته باشیم و اکثر موزیکای پاپ موزیک میبینید انقدر قشنگ و تمیز همه صداهاشون بالانس شده و خوبه، جدا از میکس خیلی خوبی که دارن رو تنظیمشون هم خیلی فکر شده. یعنی شما المان‌ها رو باید داشته باشین که درنچ بتونین چیکار کنین پشت هم اینا رو لایه بندی کنید که یه صدای خوب بهتون بده. حالا وقتی من لومو میام دیستورشنشو زیاد میکنم و هایم اضافه میکنم به صدای بیسم باعث میشه زمانی که تداخل فرکانسی بین صدای بیس با سازهای دیگه اتفاق میفته بیس هم بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه به صورت کلی. پس اصلا یکی از مهمترین اهدافی که ما میایم لیر میکنیم صدای بیس رو برای اینکه لو اند خوبی داشته باشیم اینه که بیسمون یه مقداری مشخص تر باشه. حالا من همین بیس رو با درام توی کار میذارم وسطون بشنوین که چقدر تاثیرگذار بوده. من اینو قطع و وصل میکنم در حین اجرای این قسمت تا متوجه بشین که چقدر در واقع بیس اینجا موثر بوده. بشنوین با درام فقط. میبینید وقتی که درامز میاد تو کار و یه مقداری فرکانس ها بیشتر درگیر میشن بیستون زمانی که این دو تا المان بهش اضافه میشه یه مقداری بیرون زده تر میشه از کار. شاید هنوزم اونقدر ملموس نباشه براتون ولی سازهای دیگه هم که وقتی میان اونجا دیگه خیلی یعنی مشخص میشه و اگر دیوایس خوب استفاده کنین کاملا متوجه صدای بیس میشین که چقدر میتونه موثر باشه همین کار. حالا با کل لاین های در واقع تو کل کار بشنویم اینو با هم دیگه. میبینید بیسه که وصل میشه در واقع این دو تا المان ها میاد تو کار یه مقداری بیسمون میاد روتر، یعنی یه خورده بیشتر خوش نشون میده. و یکی از بزرگترین اهداف این که کلا میگن آقا بیس رو لیر کنید توی تنظیماتون فقط همینه، همینقدر ساده با یه تکنیک و عملا چیدمانتون توی ارنج یعنی در مرحله تنظیم میتونید کاری بکنید که صدای بیستون به صورت کلی جذابتر بشه. یه بار دیگه با هم دیگه بشنویم. خب چون این کار حالا یه کار پاپه خیلی اونقدر این بیس ما نقش خیلی زیادی تو اون کار نداره ولی حضورش هست، رنگ صداشو متوجه میشین، خیلی در خدمت کار به صورت کلی. تنها دوباره بشنویم بیس رو. حالا تو موزیکاتون هم ببینید اگر احساس کردین که باز همچنان اونقدر صدای بیستون مشخص نیست میتونید این های رو اضافه کنید، یه خورده لو دیستورت رو اضافه کنید بهش که یه مقداری به صورت کلی بتونه نقش بهتری توی موزیک ایفا بکنه. خب اینم یکی از ترفندهایی هستش که معمولا استفاده میکنم توی معمولا تنظیم های مربوط به موسیقی پاپی که انجام میدم و خیلی باش به جواب خوبی رسیدم. اکثر موزیکای پاپ رو هم معمولا همین شکلی پیش میبرم بیس هاشون رو. اگر پلاک داشتین یه خورده ممکنه که مسیر عوض بشه فرق بکنه و در نتیجه ولی باز همین حالت هاست، یعنی خیلی از اینها دور نیست و همین دیگه. امیدوارم که ویدیو دوست داشته باشین. اگه دوستش داشتین ممنون شدم حتما لایکش بکنید، چنل سابسکرایب بکنید، هر سوالی داشتین توی کامنت ها برام بنویسین. در آخر بهتون دو تا ویدیو پیشنهاد میکنم که میتونید ببینید ازش استفاده بکنید. با عرض بهترین ها به تک تک شما عزیزان.